به نام خدا. سلام دوستان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای آموزشی من شبیر احمد صالحی، دوستتان، همکارتان. در این ویدیو میخوایم که نظر و تقاضای یکی از دوستا در پریمیر چطور میتونیم یک ویدیو را اضافه بکنیم، کات بکنیم، یک زیرنویس اضافه بکنیم و کارهای بسیار ساده ای که فرض مثال شما هیچ به پریمیر بلدیت ندارین، چطور میتونیم وارد پریمیر شویم و این کارهای ساده را انجام بدیم. من کوشش میکنم در این ویدیو به صورت بسیار خلاصه کار ادیتینگ در پریمیر به شما یاد بدم. البته موارد مهمشه، پریمیر یک برنامه گرافیکی، یک برنامه ادیت ویدیو هست که یک بحث بسیار کلان داره. من کوشش میکنم موارد مهمشه در این ویدیو برتان بگویم. خب در این صفحه که وارد میشیم دوستای عزیز، اینجا ما چند گزینه داریم. خب اول ما رسنت باید بگویم. رسنت هم پروژه است که ما قبلا کار کردیم. این پروژه را اگر شما نو پریمیر انستال میکنین، اولا یک چیز براتون بگویم، در جریان انستال کوشش کنین زبان یاد عمل انگلیش یاد عمل عربی بگیرین، به خاطر که امون مشکل فارسی نویسی را خود ورژن های جدید پریمیر با همون گزینه حل میکنه. اگر او گزینه را فعال نکنین بسیار با مشکل برمیخورین، مجبور میشین که پریمیر تانه ان انستال بکنین و دوباره انستال بکنین. خب وقتی که وارد پریمیر میشین، چون هیچ پروژه نمی داشته باشین، به خاطر در رسن شما هیچ پروژه نخواد داشتین و میایم در قسمت نیو پروژکت، پروژه جدید بر ما ایجاد میکنه. اوپن پروژکت باز هم پروژه های قبلی ما را که در هر فولدر سیف کرده باشیم در اونجا بر ما واز میکنه و اوپن پریمیر رش پروژکت باز هم این پروژه هاییست که در اینجا قابل نمایش است، بر ما نمایش داده. و حالا میریم نیو پروژکت میزنیم. در نیو پروژکت اولین کار که میکنیم مثلا نامگذاری میکنیم، اوکی پراکتیس. بعد از این لوکیشن پروژه خود ما مشخص میکنیم که لوکیشنش قبلا تعیین شده است در درایو سی یوزر صالحی داکومنت ادوبی پریمیر. خب این بر ما زیاد مهم نیست چون پروژه شما قدر کار ندارم. بعد از او بیاز اکسپورت میکنم. در جنرال چیزی که مهم از دوستا، فقط اینی رو در تایم کود بانین و آدیو سمپل هم باید در میاد سمپل باشه. اگر اینی دیوی بود شما این رو ایش دیوی بکنین، بخاطر که زیادتر ویدیوهایی که امروز کار میشه های کوالیتی است، یعنی ایش دی می باشه. پس این رو اوکی میکنیم، وارد صفحه پریمیر میشیم. در صفحه پریمیر دوستا ای پنل بسیار کتاب برتون میگم. پروژیکت صفحه پروژیکت ماست که هر مواد خام را داشته باشیم در اینجا میاریم و از اینجا باز قابل استفاده می باشه. پروگرام صفحه نمایش است که هر تغییرات رکورد میکنیم در صفحه پروگرام بر ما نمایش میده. و تایملاین هم محل کار ماست که ما از اینجا ادیت خود آغاز میکنیم. به خاطر آغاز کار ما باید یک ویدیو داشته باشیم. در پروژکت میرم، رایت کلیک میکنم، امپورت میزنم، یا ای که امپورت هیچ نمیزنم، در روی صفحه پروژکت دبل کلیک میکنم، مرا میبره به جایی که باید یک موزیک یا یک ویدیو یا عکس وارد صفحه ایم بکنم. ما یک ویدیویی را که در نظر گرفتیم میریم امو ویدیو را اینجا وارد میسازیم. این ویدیو را ما داخل صفحه پریمیر میارم. خب در تایملاین هیچ چیز دیده نمیشه، دو را داریم. یا ای که بریم در فایل نیو سیکونس ایجاد بکنیم، کنترل ان شورتکاتش است، یا ایست که هیچی کار رو نمی کنیم به خاطر که ممکن است در مشخصاتش از پیش ما اشتباه شود. ویدیو را درک میکنیم و مندازیم داخل تایملاین، خود سیکونس بر ما اتومات ایجاد میشه. در این صفحه دوستا کرسر ما در اینجاست. کرسر هر قدر پیش میبرم نظر به مدت زمانی که در بالای از این صفحه یا پنل قرار داره بر ما ویدیو را نمایش میده. خب دوستا در این قسمت ابزار بسیار مهم پریمیر است که با اینا باید آشنا باشیم. من کل ازیرا فعلا براتون تشریح نمیکنم به خاطر که دی ویدیو فعلا ضرورت هم نیست، اما سلکشن تول باید بدانین که هر ویدیو رو بر ما سلکت میکنه، یا در پروگرام صفحه مانیتور یا در صفحه تایملاین بر ما هر ویدیو را یا لایر ها را سلکت میکنه. و ای هم ترک سلکشن، ترک سلکت فوروارد تول، track select backward tool، شورتکتش A است. وقتی که ما این انتخاب کنیم، هر قدر ویدیو در این لایر ها یا در این ترک ها موجود باشه، با استفاده از این ابزار میتونیم که ایره انتقال بدیم، پس ببریم یا پیش ببریم. اگر گزینه دومش انتخاب بکنیم، طرف چپ هر چیزی که موجود باشه
که تیرها نمایندگی از امی میکنه، یعنی طرف چپ هر چی که موجود باشه از همون قسمت که شما سلکت میکنین از همون قسمت برتان انتقال میده. خب این قسمت ریپل ایده تول، رولینگ ایده تول، ریز استریش تول بین دو کلپ که به هم چسبیده هستن یا کتشون کرده ایم پس و پیش میبریم، بین از اونو از یا بیشتر استفاده میشه. فعلا ضرورت نیست من اینا رو برتون نمیگم، اما ریزر تول، ریزر تول وقت انتخاب میکنیم در هر قسمت از ویدیو در تایملاین اگر سلکت بکنیم ویدیوی ما قطع میشه و میتونیم با استفاده از سلکشن تول ایره مثلا انتقال بدیم یا دلیت بزنیم حذفش کنیم و دوباره روی خالیگاه سلکت میکنیم بک اسپیس یا دلیت، دوباره ویدیوهای بعدی با هم وصل میشه. من کنترل زد میکنم ایره پس میارم در جایش و بازم کنترل زد که نو با هم وصل شم. گزینه دیگه که میخوایم براتون بگویم ده اینجا پن تول است، رکتانگل تول است، الپس تول است. الپس تول به خاطر ایجاد یک دایره یا بیضوی است، رکتانگل تول هم به خاطر مستطیل و مربع، و پن تول هم به خاطر رسامی به صورت دلخواه یک شکل دلخواه خود رسامی میکنیم در صفحه مانیتور. هم تول هم آشنا هستین، هم تول و زوم تول که در اینجا به خاطر انتقال دادن صفحه به ما کمک میکنه، و زوم تول هم که امو کار زوم زومین و زوم اوت میکنه. اگر آلتا بگیرم برعکس کار میکنه که در برنامه های مختلف فوتوشاپ، پریمیر و الستراتور همی کار به صورت یکسان استفاده میشه. تایپ تول هم بر ما متن ایجاد میکنه در لایر ها و در روی ویدیوی ما شما. خب میایم سر از ویدیو عملی کار میکنیم. من یک ویدیو رو دارم. خب دوستان به خاطر که زوم بکنیم در صفحه تایملاین چندین طریقه داریم. اولا این که دکمه های مثبت و منفی در صفحه کیبورد اگر بزنید در تایملاین میتونین که روی هر نقطه که کرسرتون موجود باشه روی همون نقطه فوکس کنین و زوم کنین، زوم اوت بکنین. یک رایش، رای دومش که این از اینجا میتونیم ابزار زوم تول انتخاب بکنیم و زوم کنیم، زوم این و زوم اوت بکنیم. و رای سومش که من زیادتر استفاده میکنم، آلت میگیرم با گرفتن آلت و در دادن اسکرول ما تایملاین خود دور نزدیک میکنم. رای چهارم هم وجود داره که از این طریق میتونین شما صفحه تان دور و نزدیک بکنین در صورتی که ضرورت میشه. حالا من میایم این قسمت، فکر میکنم اینجا خالیگاه یک ذره بیشتر است تا این قسمت که لوگوی آمینام میایه. تا این قسمت من این را انتخاب میکنم. دوستا چندین طریقه به خاطر کت کردن وجود داره. اولا که ریزر تول که شورتکتش سی است، این را انتخاب میکنم. اگه دکمه سی را بزنین مستقیم ریزر تول انتخاب میشه. وقتی اینجا سلیکت بکنین این ویدیو قطع میشه، دلیت بزنین دلیت میشه. اگر من کنترل زد کنم امیره دوباره سلکت بکنم، شفت دلیت بکنم، با وجودی که دلیت میشه فاصله شما از بین میره. به این شکل دوباره پلی میکنم. خب در قسمت حالا میخوایم که یک متن اضافه بکنیم، مثلا the bank یعنی بانک. خب ما میخوایم به زبان پشتو و دارید اینجا متن اضافه بکنم. حالا به خاطر اضافه کردن متن چی باید بکنیم؟ همزمان با شروع از ویدیو میخوایم که مثلا امی متن بانک هم بیاید. در قسمت میریم تایپ تول انتخاب میکنیم که شورتکتش تی است. میایم در مکان دلخواه یک چوکات ایجاد میکنیم. وقتی چوکات ایجاد کردیم اینجا میتونیم زبان مورد نظر خود انتخاب بکنیم، مثلا the bank یعنی بانک. بانک خب اینجا نمایش نمیتونه که چی است، فکر کنم رنگ سفید است، کلش انتخاب میکنیم. یک چیز دیگر پیش از این که ای کارم پیش ببریم براتون بگویم، ورک اسپیس داریم ما که فضای کاری است. مثلا من در اینجا متن کارم است، میرم در ویندو ورک اسپیس، ورک اسپیس گرافیک انتخاب میکنم که بیشتر موارد ایدت متن و اشکال دی وجود داره. دوستان وقتی ایره من انتخاب میکنم فضای کاری می کم تغییر میکنه. پریمیر امو پنل هایی را که مهم میدانه بر من اینجا به نمایش در میاره. مثلا ازنشل گرافیک اینجا که من امیجا کار داشتم اینه بر ما آورد.
افکت مثلا ده اینجا آورده، لومر اسکوپس نو صدا هست که ده اینجا آورده، افکت کنترل و آدیو سورس مانیتور ما کالج ده اینجا هست. خب ما چی رکار داشتم، میخواستم متن تغییر بدم، روی لایر متن دوباره سلکت میکنم، میایم در ادیت، اینجا بانک نوشته شده، روی بانک سلکت بکنم، میایم در این قسمت دبل کلیک میکنم، رنگش مثلا میسازم آبی که هم شکل متن انگلیسی باشه، اوکی میکنم، بانک نوشته میشه. اما سایزش کلان است. در این قسمت در پنل گرافیک، ازنشل گرافیک، ما تکس داریم، مشخصات تکس داریم، میشه که یک ذره خردش بسازیم، میشه که وسط چین بسازیمش، میشه فونتش تغییر بدیم. ما فونتش فرض مثال بهیج نازنین میگیرم و با سلکشن تول میایم دوباره یک کم پایین میکنم که در وسط بیایه. خب امینجا صحیح است. اگر بخوایم که انتقالش بدیم یک کم میاریمش پیش. در قسمت ما دو دانه بانک نوشته کردم چون به دری و پشتو بانک بانک میگن. خب از این قسمت وقت ویدیوی مشروع میشه، همزمان که دیش متن پشتو و دری هم آغاز میشن. خب از اینجا که لایر خلاص میشن، متنم گم میشه. خب